علیپور برادر کشی نکرد به جای نابودی علیپور زمینه های حضور او را از بین ببرید واکنش ها به ادامه روحی روحی میان حکومت و فرمانده علیپور دها کشور خواهان توقف فوری کشتار هدفمند در افغانستان شدن به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید واکنش ها به ادامه روحیا روحی میان حکومت و فرمانده علی پور سخنگوی وزارت دفاع از بعد از آمدن مقدار از مهمات و تجهیزات نظامی در یک عملیات نیروهای ارتش در بهسود نیز خبر میدهد به گزارش سپوتنیک وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای نظامی در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک حضور دارند و تلاشها برای گرفتاری علیپور و افرادش که یک چرخ اطرش را سرنگون ساخته است ادامه دارند وزارت دفاع میدی همچنان اعلام کرده است که در پی عملیات گسترده نیروهای دفاعی و امنیتی در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک یک دیپوی بزرگ مهمات و مواد انفجاری یک قرارگاه و چندین پوسته که جهت آزار و اذیت مردم ملکی در محل ایجاد شده بود کشف و تخریب گردید در اعلامی وزارت دفاع آمده است که همچنان در این عملیات یک موتر شش مخابره شاید فایر مرمی بیم یک بد دست آمده است آدی بشیر یک دن از کاربران تیوتر در واکنش به این رویداد نگاشته زنده باد نیروهای امنیتی افغانستان علیپور مسئول این همه است سوال اینکه این همه مهمات را کی کمک کرده است علیپور برادر کشی نکرد به جای نوبودی علیپور زمینه های حضور او را از بین ببرید نخست با وجود آمدن جبهه مقاومت را از میان بردارید آنگاه اوضاع بر مراد مدیریت کلان کشور سازمان پیدا خواهد کرد با گزارش اسپوتنیک به نقل از پایگاه تحلیلی خبری تحولات جهان اسلام با بیرون شدن کامل نیروهای مردمی از شهر بیسود نیروهای ارتش و دولت مرکزی افغانستان وارد این شهر شدند بر اساس آخرین اخبار از تنشهای دولت مرکزی و نیروهای مردمی در ولسوالی بهسود نیروهای تحت فرمان علیپور از شهر بیرون شده و نیروهای ارتش بدون درگیری وارد ساختمانهای دولتی و جاهای عمومی شهر شدند علیپور همچنان در نوار تازه سرنگونیش چرقبال دولتی را رد کرده است او گفته است آنچه در فلم نشان می دهند راکت از آسمان به بالگرد ارتش اصابت می کند و چنین سلای در اختیار نداریم و اگر این حمله را ما انجام داده بودیم راکت بایستی از زمین به آسمان شلیک میشد نه از آسمان او افزوده است که رسال اراده ارادتانگ برای دستگیری من نیست بلکه چنگ و دندان نشان دادن به مردم است او درباره جان باختن نیروهای این جبهه گفته است که یک خانم شهید یک خانم دیگر به شدت زخمی و چند نفر مرد و کودک دیگر زخمی شدند او میگوید که از دولت مرکزی درخواست ندارم چون به خواست مردم پاسخ نداده است از جامعه جهانی هم میخواهیم در مسائل داخلی ما دخالت نکنند و موضوع بیطرفی داشته باشند او میافزاید که ما با هیچ کشور خارجی ارتباط نداریم و هیچ اسنادی در این خصوص وجود ندارد علیپور میگوید که انتظار ما سیاسون و رهبران این است که در قبال سرنوشت مردم خود به تفاوت نباشند و در کنار آنها باشند علیپور افزوده است که پیام ما به مردم این است که آگاهی و آمادگی داشته باشند و در قبال سرنوشت و زندگی خود به تفاوت نباشند در غیر این صورت سرنوشت که در انتظار آنهاست گفته می شود بزرگان و به بهسود قرار است با نمایندگان دولت مرکزی دیدار و گفتگوهای در خصوص تنشهای اخیر داشته باشند نیاز نیست علیپور را نابود کنید بلکه زمینه های حضور و بروز و او را از بین ببرید سید عیسی حسینی مرزایی رئیس مرکز فعالیت های فرنگی اجتماعی و خبرگزاری هاوا در واکنش به رخدادهای اخیر در ولسولی بهسود تی یادداشت گفت اگر تشویق کنندگان به از بین بردن جبهه مقاومت و دستگیری آقای علیپور و یاران و همکارانش دلسوز به این آب و خاک باشند و ریگ در کفششان نباشد رئیس جمهور و دیگر دستکارانش عمده عمدتا حکومت را به این سمت و سوی رهنمود می شوند که به وجود آمدن جبهه مقاومت و پدید آمدن امثال علیپور را از میان بردارند آنگاه اوضا بر مراد مدیریت کلان کشور سازمان پیدا خواهد کرد سید عیسی حسینی مرزایی آن گونه که از شواهد امر پیداست در این شب و روزها جبهه مقاومت و در رس آن آقای علیپور به عنوان معضل برای حکومت معرفی و تبلیغ میگردد تا ازم در جهت سرکوبی و اتهام و نابودی آنها تمرکز پیدا کند و قطعا القاهات چی از داخل و چی از خارج کشور شاید انده خطرناک بودن دست انکاران اصلی حکومت و نهادهای مربوطی نظامی و میتیان پیش از پیش تحریک و ترسانده شدن ده ها کشور خوان توقف فوری کشتار هدفمند در افغانستان شدند 35 کشور در یک اعلامیه مشترک خواهان توقف فوری کشتار هدفمند در افغانستان و مجازات عاملان آن شدند با گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها 35 کشور عضو گروه موسم به دوستان افغانستان در یک اعلامیه مشترک افزایش قتل های هدفمند در کشور را محکوم کرده و خواهان توقف فوری و مجازات عاملان این نمک کشتار شدند این اعلامیه مشترک آمده است که ادامه خشونت ها و قتل های هدفمند در افغانستان که از سوی گروه طالبان شبکه قانی گروه های تفنگدار شبکه های تروریستی فرامرزی مانند القاعده و داعش در افغانستان انجام می شود چشمانداز صلح را مقدر می کند و فضای مدنی و آزادی بیان را سیب میزند و طور مانع ارائه خدمات به شهروندان می شود اتحادیه افریقا استرالیا کانادا دنمارک فلان فرانسه آلمان یونان ایتالیا، اندونزیا، ایرلند، ژاپن، قزاقستان، لپلان، هلند، نروژ، قطر، کره جنوبی، اسپانیا، سریلانکا، سویدن، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، افغانستان و برخی کشورهای دیگر پای این اعلامیه امضا کردن. این اعلامیه از سوی نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد نشر شده است. در این اعلامیه ترورهای رفتن در کشور اقدام مهم توصیف شده است 35 کشور حامی افغانستان خواستار توقف فوری ترورهایی شدند که در آن روزنامه‌نگاران، کارمندان رسانه ها، اعضای جامعه مدنی، کارمندان دولتی، عاملان دین و روشنفکران هدف قرار گیرند. در اعلامیه مشترک 35 کشور حامی افغانستان همچنان بر پاسخ ساختن عاملان این نوع ترورها تاکید شده است. در پایان این اعلامیه کشورهای حامی افغانستان خواستار کاهش فوری خشونت که منجر به آتش شود شدند همچنان بر ضرورت پایان جنگ افغانستان از طریق دستیابی به یک توافق سیاسی فراگیر که در آن حاکمیت ملی اتحاد و افغانستان مستقل را تضمین کند تاکید شده است کشورهای حامی افغانستان همچنان از همه بازیگران خواستند تا با حسن نیت در روند صلح شرکت کنند و تعهد خود در قبال صلح را با اقدامات قابل لمس برای مردم انجام دهند جنگ بزرگ رای خروج امن نیست علی موسوی تحلیل از خبرگزاری افاق امریکا همچنان در حال ارزیابی تعهد خروج کامل نظامیانش از افغانستان بر بنیاد تعهد دو هست خبرهای زد و نقیص در این بار مخابره می شود و مشخص نیست که در نهایت چی تصمیم گرفته خواهد شد بنابراین در حال حاضر تنها می توان به حد و گمان درباره پیامدهای این تعهد بحث پرداخت در که موجب پیامد آمد این, این احساس زودنگام در طالبان شده که هم توانستند نیروهای اشغالگر را مجبور به ترک کشور کنند و به یک پیروزی بزرگ دست پیدا کنند اما هیچ کس نمیتواند از خطر اوقع یک جنگ بزرگ نگران نباشد خطر که حتی میتواند برای طالبان هم زیان بار باشد